مردم ها قلمکی سر کاغذ امضا کردن. زن افغانستانی باید بجنگه برای همه چیز خو، برای حق پوشش خو، برای حق زندگی خو، انتخاب همسر خو، برای اینکه چه رقم در اجتماع کار بکنه، چه کاری را بکنه، برای همه چیزش باید بجنگه. و این یک مبارزه است. اون رقم که زنان آمریکا برای حق رای خو 70 سال مبارزه کردن، ما هنوز اولی راییم. فقط 20 سال گذشته از دموکراسی. مثلا خیلی وقتها شده که من درایو میکنم و مردهایی که در سرگ استاد هستن منتظر موتر هستن یا در حال امی که مرا میبینن که یک زن درایو میکنه، مثلا خیلی به آسانی بدون اینکه مرا بشناسن که من کی هستم، مثلا مرا فاحشه خطاب میکنن و فکر میکنن زنی که درایو میکنه و مثلا چادر نداره حتما او یک مثلا یک فاحشه هست. یعنی در افغانستان زنی که کار میکنه، زنی که زندگی مستقل داره، زنی که برای حقوق و مبارزه میکنه، او زن یعنی فاحشه. دو سال شده که گفتگوی صلح شروع شده. یعنی فامیل، خانواده، دوستای من همه مرا میگن که باید از افغانستان برایی، چون دیگه افغانستان برای آدمای مثل از تو جای نداره. اما به نظر من نمیتونم اینقدر آسان سنگر را رها کنم. من 10 ساله که فقط برای از رستوران زحمت کشیدم و 13 سال میشه که من فقط کمپ دارم. من چطور میتونم که همه از اینا را رها کنم و برم؟ اینا هویت از من هست. لیلا حیدری مادر معتادا، این هویت منه. اما وقتی طالب بیایه این هویت را از من میگیره. من مجبوره که بیستم و از حق دفاع کنم. هیچ کسی هم در کشور کمک نمیکنه در آدمای معتاد. تنها کسی بود که اینجا ننم بود که دست از ما رو گرفت تا دوباره در زندگی عادی خوب برگردیم، که ما کسی بودم که از زیر پول آمدم تا 2 سال پاکی خورم، ما حتی سر خونه زندگی خورفتم. اینا رو همه رو مدیون ما مثلا مادر خواهیم.